در معروضه‌ای که به نزدیکی از طرف مرکزی سیاست خارجی لندن نشر شده بود، گفته شده است که در 3 سال اخیر شمارای فعالان بازداد شدگان به تاجیکستان به 33 نفر رسید، از آن جمله 1 نفر کشته شد. یکی از مؤلفان این معروضه ادوارد لیمن می نویسد که فعالان اساساً از روسیه و ترکیه بازداد شدند. در تاجیکستان مقابل حریفان رژیم شبکه پرقدرت نظارتی تشکیل شده است، حالان که کشور یکی از دولت‌های عقب مانده ترین در آسیای مرکزی به حساب می رود، قید می کند کارشناس. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنه 22 نوامبر سال جاری جواباً به معروضه مرکزی سیاست خارجی لندن بیانات داد که اکثریت بازداد شدگان به وطن اشتراکچیان گروه های تروریستی می باشند. کاتب مطبوعاتی خدمات عمرجان امام‌علی در همصحبت با رادیو آزادی گفت که این اشخاص بعدی صادر کردن جنایت در تاجیکستان در کشورهای خارجه پنهان شدند. بعد از آن که به وطن بازداد شدند، هر یکی آنها موافقی کردارش جزا گرفت. یاد رس کردن لازم است که وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در کنفرانس لایحه قلقان انترپال سنه 19 سپتامبر سال 2016 بیانات داده بود که از اول سال جاری شماره بازداد شدگان ساکنان تاجیکستان زیاده از 150 نفر شده است و همه آنها در تروریسم و اکستریمیسم عبدور دانسته شدند. قید نمودن ضرور است که اکثریت عزیمت کردگان از کشور خود فعالان اسلامی بوده، از طرف رژیم رحمان برای دینداریشان در کافتوکاو قرار دارند. آنها برای حفظ دینشان از خش و تبار و نزدیکانشان جدا شدند. اما رژیم جنایتکاری رحمان در نوبت خود آنها را حتی بیرون از تاجیکستان نیز به حال خود و نمیگذارد. با بهانه مبارزه علیه تروریسم، کارکنان خدمات مخصوص مهاجران را تعقیب و بازداشت کرده به تاجیکستان روانه میکنند که در آنجا آنها را زندانی شدن به مهلت های طولانی انتظار است. حتی حالت های به قتل رسانیدن نیز موجود است.